سلام دوستای عزیز، وقتتان بخیر. به چینل آی پلاس خوش آمدید. در این بخش به اطلاعات نسل کشی ارمنی ها توسط ترکان عثمانی میپردازیم. لطفاً تا پایان ویدیو با ما همراه باشید و نظرهایتان را در قسمت کامنت ها با ما به اشتراک بگذارید. نسل کشی ارمنی ها که با نام های پاکسازی ارامنه و جنایت بزرگ شناخته میشه، به نابودی عمدی و از پیش برنامه ریزی شده جمعیت ارمنی های ساکن سرزمین های تحت کنترل امپراتوری عثمانی در دوران جنگ جهانی اول توسط دولت مردان عثمانی و رهبران قیام ترکان جوان گفته میشه. این عملیات در قالب کشتارهای دست جمعی و تبعیدهای اجباری در شرایطی که موجبات مرگ تبعید شدگان را فراهم میکرد انجام میپذیرفت. امروز تعداد کل قربانیان نسل کشی ارمنیان بین 1 تا 1.5 میلیون نفر برآورد شده. در طی دوران تصور برای تعدادی از سردمداران ترک ایجاد شده بود، مبنی بر این که تشکیل کشور جدید و نوین برای ترک ها در گروی ایجاد کشوری با یک نژاد واحد یعنی ترک بود و این کار با تصفیه نژادی که همان پاکسازی منطقه آناتولی از اقلیت های دینی و نژادی مخصوصا یونانیان، آشوریان و ارامنه صورت میپذیرفت. امروزه این رویداد به طور گسترده به عنوان یکی از اولین نسل کشی های سده 20 شناخته میشه. علاوه بر دستگیری و اعدام ارمنی ها، جمعیت بسیار زیادی از مردان، زنان و طفل های ارمنی از خانه و کاشانه خود تبعید شده و بدون هیچ دسترسی به آب و غذا به قصد مرگ وادار به راهپیمایی در مسیرهای طولانی و بیابانی می شدند. تجاوز، آزار و اذیت جنسی قربانیان توسط نیروهای ترک در طول تبعید به دفعات گزارش شده. پژوهش‌های بسیار زیادی درباره نسل کشی ارمنیان انجام شده که قریب به اکثریت آنها وقوع چنین نسل کشی را واقعی و انکارناپذیر می‌دانند. امروز کشور ارمنستان خواهان به رسمیت شناختن این نسل کشی است، ولی دولت ترکیه علیرغم عدم انکار وقوع چنین واقعی از پذیرفتن این واقعه با عنوان نسل کشی خودداری کرده و وجود سیاست‌های سیستماتیک برای نابودی ارمنیان را قبول ندارد. ترکیه معتقده که در آن سالها علاوه بر ارمنی ها، ترک های بی‌دفاع نیز قربانی آشفتگی ها شدند. اخراج ارمنی ها اغلب اوقات با غارت، تجاوز و کشتار همراه بود. بسیاری از اخراج شدگان هم کشته می شدند یا از گرسنگی و بی‌سرپناهی در راه اردوگاه های نزدیک ولایت دیرالزور سوریه جانشان را از دست می دادند. همچنین چندین هزار نفر از گرسنگی و بیماری در همه اردوگاه ها جانشان را از دست دادند. اجماع نظری در مورد علت و هدفهای اخراج ارمنی ها ممکن است هرگز به دست نیاید. به علت آن که صاحب منصب های ترک اجازه وارسی آرشیو تاریخی جنگ را به گروه مستقل تحقیقاتی تاریخ ندادند و هدف دولت عثمانی از اخراج ارمنی ها حل نشده باقی مانده است. خاطره ای واقعه به عنوان جنبه بسیار مهم بر هویت ملی ارمنیان تا به امروز باقی مانده و بسیاری از ارمنی ها ادعا می کنند که هیچ سازشی با جمهوری ترکیه تا زمان به رسمیت شناختن عمل نسل کشی امکان ندارد. حالا سری بزنیم به چند صد سال قبل از این واقعه. در سال 1453 میلادی سپاهیان محمد دوم شهر عیسایی کنستانتینوپولیس را با نام اسلام گشودند و به عمر امپراتوری روم شرقی بیزانس که از مراکز فرهنگی اروپا بود پایان دادند. به این ترتیب امپراتوری عثمانی توسط ترک های مهاجری که وارد آسیای صغیر شده بودند ایجاد شد. عثمانی ها با آمیخته ای از فرهنگ ترک اسلامی به حذف عیسویان پرداختند. نخستین کار آنها برداشتن نام کنستانتین بود و پایتخت به قسطنطنیه و بعد استانبول تغییر یافت. گرچه دولت عثمانی در شرق با برخورد به صفویان و جنگ‌های طولانی به نتیجه نرسید، ولی از آن طرف در اروپا به پیشروی ادامه داده و تا دروازه‌های وین اتریش پیش رفتند. پس از شکست قطعی در برابر نیروهای متحد اروپایی در سال 1683 میلادی، دولت عثمانی ترجیحاً شروع به عقب نشینی کرده و ظرف چند سده بیشتر بخشهای اروپا را که تسخیر کرده بود از دست داد. از این گذشته امور داخلی امپراتوری نیز از هم گسیخته شده و کلیه تلاشهای داخلی و بین المللی برای ترمیم امور به نتیجه ماند، به طوری که دولت عثمانی به مرد بیمار اروپا معروف شده بود. از اواخر سده 19 میلادی ظلم و ستم دولت عثمانی نسبت به اتباع ارمنی آن امپراتوری شدت یافت. عبدالحمید دوم به دو طریق میکوشید که ارمنستان غربی را از سکنای ارمنی ها خالی سازد.
اولی که از طریق بستن مالیات های سنگین که نهایتاً منجر به مهاجرت روستاییان شد و دومیش ای که با تحریک احساسات مذهبی مردمان کرد که در آن زمان جزو سپاهیان عثمانی محسوب می شد علیه ارمنی ها و تشویق آنها به حمله به قریه های ارمنی نشین و غارت و چپاول ارمنی ها و از سوی دیگر قتل یا وادار کردن آنها به کوچ اجباری بود. البته بسیاری از کردها مخالف نسل کشی بودند و از شرکت در کشتارها و غارت سر باز زدند و در عوض با پنهان کردن یا گرفتن حضانت کودکان ارمنی با آنها کمک می کردند. علاوه بر مالیات های سنگینی که دولت عثمانی از ارمنیان می گرفت، این مردم مجبور بودند باج های غیرقانونی هم به بزرگان عشایر کرد بپردازند. در آن زمان عیسویان در معرض تحقیر و توهین قرار داشتند. آنان از برگزاری مراسم دینیشان به گونه ای که مسلمانان را ناراحت کند منع می شدند. بسا در آوردن ناقوس کلیسا و ساخت کلیسا یا کنیسه ممنوع بود. تعمیر کلیساهای موجود به اخذ مجوز حکومت نیاز داشت و علاوه بر این عیسویان در آن دوره از اسب سواری و حمل اسلحه منع می شدند. رنگ کالا و لباس و کفش های عیسویان باید با کیفیت جنس های مسلمانان فرق می داشت و همچنین خانه های آنها با رنگ های متفاوتی از مسلمانان ساخته می شد و حتی در حمام های عمومی غیر مسلمانان باید زنگوله بلنگ حمام خود وصل می کردند. دولت های ترکیه بر پایه سیاست های پانتورانیزم و به منظور ادامه سیاست قتل عام و نسل کشی فیزیکی ملت ارمنی شروع به تحریف و تغییر اسامی مکان ها در ارمنستان غربی کردند. می توان شروع این روند را از سال 1878 میلادی و پس از عقد معاهده سان استفانو دانست. در ماده 16 این معاهده از ارمنستان و 6 ولایت ارمنی ترکیه یاد شده، ولی پس از آن در پیمان برلین در سال 1878 بند 61 که به ارمنستان اختصاص داده شده بود کلمه ارمنستان حذف و فقط نامهای ولایتهای ارمنی نشین ذکر شده است. حکومتهای ترکیه به این هم بسندن نکردند و به جای ارمنستان غربی کلمه ترکیه شرقی یا کردستان را رواج دادند. بدین ترتیب در سال 1878 میلادی حکومت ترکیه با ارسال تلگراف‌های محرمانه برای استانداری‌های خود آنها را از کلمه ارمنستان در مکاتبات خود منع کرد و همچنین در مطبوعات نیز استفاده از کلمه ارمنستان ممنوع شد. کشتار حمیدیه یا کشتار بزرگ بین سالهای 1894 تا 1896 میلادی توسط نیروهای عبدالحمید دوم به فرماندهی جنرال زکی پاشا و نیروی حمیدیه علیه ساکنین ارمنی و آشوری شهرهای ارمنستان غربی انجام شد. جمع کل قربانیان در این دو سال 200 هزار نفر برآورد شده. به علاوه 100 هزار نفر در زمستانهای سخت ارمنستان به علت ویران شدن خانه ها و آواره شدن از سرما مردند. علاوه بر ارمنی ها 25 هزار نفر آشوری هم در شهر دیاربکر کشته شدند. بعد از این کشتار قتل عام های زیادی در این منطقه اتفاق افتید. در نهایت دولت عثمانی که در اکتبر 1918 میلادی تسلیم متفقین شد، از یک سو از ترس ای که مبادا شرایط سهمگینتر و سنگینتری از سوی دولت فاتح بر امپراتوری تحمیل شود و از سوی دیگر برای فرونشاندن خشم متفقین اقدام به برپایی محاکمه عاملان ترک جنایت جنگی کرد. در دسامبر همان سال دولت عثمانی فرمانی صادر کرد مبنی بر این که عاملان جنایت ها و قتل عام علیه ارمنیان در جنگ جهانی اول در دوران عثمانی بایست مورد پیگرد قانونی قرار گیرند. سردمداران عثمانی با این اقدام خود سعی داشتند به جهانیان نشان بدهند که مسئول این جنایت ها تنها گروه کوچکی از ترکان جوان بودند. امروزه در ترکیه صحبت از نسل کشی ارمنیان تابو است و دولت ترکیه با ایجاد فضای روب و تهدید و با اتکا به ماده 301 قانون کیفری ترکیه از بحث آزاد راجع به این مسئله جلوگیری می نمایند. در میان اینها رهبران کرد و سازمانهای غیر دولتی کردها نسل کشی ارمنیان را به طور رسمی به رسمیت شناختند یا عذرخواهی کردند. شاروال شهر دیاربکر در روز 12 سپتامبر 2013 میلادی در مراسم رونمایی از بنای یادبود قربانیان نسل کشی ارمنیان و آشوریان رسما از سوی کردها به خاطر نسل کشی ارمنیان و آشوریان از آنها عذرخواهی کرد. احمد ترک رهبر حزب جامعه دموکراتیک در سال 2008 میلادی به خاطر وقایع سال 1915 میلادی از ارمنیان عذرخواهی کرد. احمد ترک نماینده مجلس ملی کبیر ترکیه است که از موضع کردها طرفداری میکند.